دامان گلریز تحلیلگر سیاسی از لاهه همراه ما هستن. جناب گلریز، با توجه به اینکه بارها در اظهارات مقامات روسی به شمول شخص پوتین، سرگئی لاوروف و اگر اشتباه نکنم سرگئی شایگو مکررا نسبت به احتمال استفاده از تسلیحات هسته‌ای در اوکراین اشاره شده، شما این اظهارات رو چقدر در واقع عملی تحقق میکنید؟ چقدر احتمال وقوع جنگ هسته‌ای رو در واقع محتمل میدونید؟ درود بر شما خانم حسینی و بینندگان عزیز. خب وضعیت بسیار بحرانی هستش. ببینید، ماه گذشته پوتین در ماه ژوئن در یه سخنرانی مطرح کرد که حتی بخشی از سلاح‌های هسته‌ای خودش رو به روسیه رو به بلاروس منتقل خواهد کرد و تهدیداتی هم که شما مطرح کردین نشون دهنده اینه که کلاً اون چیزی که دبیر کل سازمان ملل مطرح کرده به معنی اینکه معاهده عدم اشاعه و مفاد اون بسیار زیر سواله. یعنی بعد از نزدیک به 80 سال از استفاده بمب هسته‌ای در ژاپن برای خاتمه دادن به جنگ جهانی دوم و امضای معاهده عدم اشاعه که اتفاقا 5 کشوری که به عنوان اعضای دائمی شورای امنیت شورای امنیت سازمان ملل عضو هستند که یکی از اونها هم روسیه هست، تلاششون این بوده که حداقل در 3 بخش سعی کنن از این معاهده حمایت بکنن: عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، همین کاری که اتفاقا پوتین مطرح کرده که به بلاروس میخواد سلاح‌های هسته‌ای رو منتقل بکنه، یعنی زیر سوال بردن اولین پایه این معاهده، خلع سلاح هسته‌ای و همچنین استفاده صلح‌آمیز. هر 3 این ستون‌های اصلی معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای زیر سواله. نشستی که ماه گذشته در سازمان ملل برای اینه که بخوان به نوعی از بروز کردن این معاهده برسن با ویتوی روسیه با شکست مواجه شد. در حال حاضر پوتین از سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک عامل تهدید استفاده می‌کنه که جنگ اوکراین رو اگر به ضررش بخواد تموم بشه بخواد اون رو استفاده بکنه. بسیار بسیار فضا نسبت به اواخر جنگ سرد از نظر استفاده و تهدید سلاح‌های هسته‌ای نگران کننده است، چه در خاورمیانه، چه در کره شمالی و چه در اروپا که مسئله جنگ اوکراین و روسیه هستش. جناب گلریز، در واقع خلع سلاح یا منع استفاده از تسلیحات هسته‌ای که یکی از مفاد NPT هم هست، با توجه به شرایط فعلی که ما میدونیم در واقع کشورهایی جدا از این 5 کشوری که هسته‌ای هستن، کشورهای زیادی به شمول عربستان هم زمزمه‌هایی وجود داره که تمایل به هسته‌ای شدن دارن، چقدر فکر می‌کنید از اساس در کنار چالش‌هایی که اشاره کردید چنین مفادی کاربستپذیره با توجه به شرایط فعلی؟ ببینید، سازمان ملل هدف خودش رو اتفاقا خلع سلاح و عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یکی از اهداف اصلی سازمان ملل بعد از جنگ جهانی دوم اتفاقا همین موضوع بود و خیلی موفقیت آمیز نبوده. ما موفقیت هایی رو داشتیم در طول سالهای گذشته، ولی در دومین دهه قرن بیستم 21 میشه گفتش که با روند افولی مواجه هستیم. به هر حال در حال حاضر ایران بالای 60% غنی‌سازی میکنه، در صورتی که قرار بود که این کار انجام نشه. عربستان برای امنیت خودش اتفاقا در خصوص جمهوری اسلامی به دنبال این که بتونه حلقه غنی‌سازی رو به دست بیاره با توافقاتی که با آمریکا داشته باشن، همه اینها نشون دهنده اینه که با فضای نگران کننده ای هستیم. میدونید سازمان ملل بعد از جنگ جهانی هدفش این بود که شاید بتونه با گفتگو کردن و اینجور معاهده ها و پیمان نامه ها روند صلح رو بهبود ببخشه، ولی حداقل در مورد این یک موضوع مشخص خیلی موفق نبود و صحبت‌های دبیر کل سازمان ملل هم همین رو مطرح می‌کنه. یک ماه صحبت کردن در مورد اینکه به متنی بتونن برسن و یکی از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل که روسیه باشه اون رو وتو کرده. اصلا کلا در حال حاضر ما با مشکل چند وجهی دیگری مواجه هستیم. ببینید سازمان ملل، یعنی شورای امنیت سازمان ملل، کاملا کارآمدی خودش رو از دست داده به خاطر اینه که روسیه در جنگی هستش که تهدید میکنه با سلاح‌های هسته‌ای و همه اینها نشون دهنده اینه که ما اتفاقا به سمتی داریم میریم که به گمان من در سال جدید و در سال‌های آینده با مسلح شدن بیشتر کشورها، با نزدیکتر شدن خیلی از کشورها به سلاح هسته‌ای و حتی سلاح‌های متعارف مواجه خواهیم شد، برای اینی که فضا بسیار متشنج شده نسبت به گذشته. متشکرم از شما. دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی از